سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب جمعه 15 بهمن ماه در 379 شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. فرهاد روی نوار پیروزی، ساز کوک ارسلان مقابل هوادار. تیم‌های استقلال و هوادار در تنها بازی باقی مونده از هفته 16 لیگ برتر از ساعت 17 امروز در ورزشگاه انقلاب کرج به مساف هم رفتند که در نهایت این دیدار با حساب 2-1 به سود شاگردان فرهاد مجیدی به پایان رسید. گل‌های آبی‌های پایتخت رو در این جدال رودیجسته در دقیقه 11 از روی نقطه پنالتی و امیر ارسلان مطهری در دقیقه 84 به ثمر رسوندند. تک گل هوادار رو هم محمد جواد محمدی در دقیقه 39 وارد دروازه استقلال کرد. ضمن اینکه در دقیقه 87 مسابقه داور دیدار سیاوش یزدانی را از زمین مسابقه اخراج کرد. با این نتیجه شاگردان مجیدی 38 امتیازی شدند و در صدر جدول رده‌بندی باقی موندند. هوادار هم با همون 14 امتیاز در رده 13 لیگ برتر ایستاد. دهمین برد آبی پوشان در ادوار شروع نیم فصل دوم. پیروزی شاگردان مجیدی مقابل هوادار یک رکورد جالب رو برای آبی پوشان تهرانی به ثبت رسوند. آبی های پایتخت با این پیروزی به دهمین برد خود در بازی افتتاحیه در ادوار نیم فصل دوم در تاریخ لیگ برتر رسیدند و از این لحاظ تعداد بردهای خود را دو رقمی کردند. استقلالی ها در 21 فصل از مسابقات لیگ برتر در اولین جدال هاشون در نیم فصل دوم 10 پیروزی، 8 تساوی و 3 شکست رو تجربه کردند. همچنین بهترین شروعهای استقلال از لحاظ تعداد گلهای زده به لیگهای 17 و 18 برمی گرده. آبیها در شروع نیم فصل دوم لیگ 17 به مساف تیم صنعت نفت آبادان رفتند و موفق شدند با 4 گل این تیم را شکست بدند. فصل بعد هم در بازی اول نیم فصل دوم مقابل پیکان سفارایی کردند و رقیبشون رو با 4 گل از پیش رو برداشتند. تماس مهم درویش با بیرانوند، به پرسپولیس برگرد. شنیده ها حاکی از اونه که با وجود حضور حامد لک و خرید احمد گوهری، پرسپولیسی ها هنوز رویای جذب علیرضا بیرانوند رو در سر می پرورونند و می خواند هر طور شده گلر سرشناس تیم ملی رو دوباره به خدمت بگیرند. خبر ورزشی امروز در همین راستا طی خبری ویژه مدعی شد که رضا درویش مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس برای بازگشت علی بیرو به جمع سرخپوشان تهرانی شخصا با اون تماس گرفته و ضمن جویا شدن شرایطش پیشنهاد این باشگاه رو به اون اعلام کرده. شکار بزرگ آبی‌ها از ازبکستان. باشگاه استقلال در یک اطلاعیه از توافق با عزیز بک آمونوف خبر داد. بر اساس اعلام آبی پوشان، آمونوف در روزهای ابتدایی هفته آینده وارد تهران میشه و بعد از تفاهم نهایی قرارداد 2.5 سال رو با باشگاه استقلال به امضا خواهد رسوند. این بازیکن 173 سانتیمتری که سابقه 3 بازی برای تیم ملی ازبکستان رو هم در کارنامه می‌بینه، قابلیت بازی در تمام پست‌های هجومی رو داره. آمانوف همچنین با تیم لوکوموتیو تاشکند به 2 مقام قهرمانی لیگ ازبکستان دست یافته و فصل گذشته هم در 30 دیدار برای این تیم به میدون رفت و موفق به زدن 11 گل و ارسال 4 پاس گل شد. تغییر موضع کریمی در قبال یحیی. علی کریمی که چند روز قبل در قالب یک استوری اینستاگرامی جنجالی درباره شرایط پرسپولیس بدون اسم بردن از یحیی گل محمدی از سرمربی سرخپوشان انتقاد کرده بود، در تازه ترین مصاحبه خود به حمایت از همتیمی سابقش پرداخت. جادوگر در همین خصوص گفت: گل محمدی از جهاتی برای استعفا کردن حق داشت. اون نیازهای اولیه برای ادامه فعالیت رو می‌خواست. ساده ترین امکانات زمین تمرینه که باشگاه پرسپولیس هنوز نتونسته زمین تمرین خوب مهیا کنه. واقعاً برای باشگاهی مثل پرسپولیس بده که زمین تمرین خوب نداشته باشه. خشم هواداران استقلال از تصمیم مجیدی.
کانال‌های هواداری باشگاه استقلال در فضای مجازی به شدت با فروش قطعی عارف آقاسی مخالفت کردند. مدافع ملی پوشی که در اواخر نیم فصل اول جای خود را در ترکیب ثابت آبی پوشان به دست آورد و حتی به تیم ملی هم دعوت شد. اما فرهاد مجیدی برای تسهیل انتقال صالح هردانی از فولاد به استقلال با انتقال آرش رضاوند و عارف آقاسی به فولاد موافقت کرده که همین موضوع با مخالفت هواداران آبی‌های پایتخت روبرو شده. شرط جدید فولاد برای بازیکن مد نظر فرهاد. صالح هردانی که در نقل و انتقالات زمستانی در یک قدمی پیوستن به باشگاه استقلال قرار داره، هنوز نتونسته قراردادش رو با تیم فولاد فسخ کنه. هردانی برای انتقال به استقلال باید ابتدا قراردادش رو با باشگاه خوزستانی فسخ کنه و در همین خصوص مشغول رایزنی با مدیران باشگاهه. شنیده میشه شرط فولاد برای فسخ قرارداد بخشش مطالبات از سوی هردانی است که این شرط هنوز مورد توافق این مدافع قرار نگرفته. سپاهان مقصد جدید دروازه‌بان مغضوب استقلال. خبر ورزشی مدعی شد که داستان رشید مظاهری و باشگاه استقلال طی روزهای آینده به پایان خواهد رسید تا این گلر با سابقه در نهایت از جمع آبی پوشان جدا و راهی سپاهان بشه. طلایی پوشان نقش جهان در نیم فصل نخست نت اتریشی رو در ترکیب خود داشت، اما این گلر چندان مطمئن نشون نداد تا محرم نویدکیا درخواست جذب یک گلر مطمئن رو به مدیران این تیم ارائه کنه. به این ترتیب به نظر میرسه که داستان رشید مظاهری و استقلال طی روزهای آینده به فصل پایانی خود برسه. شرط ملی پوش عراقی برای باشگاه سپاهان. باشگاه سپاهان اصفهان یکی از مشتریان ایرانی حسن عبدالکریم هافبک ملی پوش باشگاه الکرخ عراق. در همین رابطه شرار حیدر رئیس باشگاه الکرخ در مصاحبه با خبرگزاری شفق گفت: ما همیشه به فکر منفعت حسن عبدالکریم در همه شرایط هستیم. اون بازیکنی جوان، ملی پوش و عضو باشگاه الکرخ و در شرایط بسیار خوبی به سر میبره. عبدالکریم اگر پیشنهاد مناسبی از باشگاه‌های عربی نداشته باشه با پیشنهاد سپاهان اصفهان موافقت خواهد کرد. آزمون به فهرست اروپایی لورکوزن اضافه شد. باشگاه بایر لورکوزن آلمان نام سردار آزمون، ملی پوش ایرانی و تازه وارد خود را به فهرست اروپاییش افزود. لورکوزن در رقابت‌های لیگ اروپا حضور داره و حالا میتونه رقابت‌های خود رو در این لیگ با حضور آزمون ادامه بده. سردار فصل جاری در لیگ قهرمانان اروپا برای زنیت به میدون رفت و حالا با توجه به حضور لورکوزن در لیگ اروپا مشکلی برای همراهی تیمش در رقابت‌های اروپایی نداره.